هم باشیم برای بهتر زیستن. خب از اینجا کجاست؟ والا اینجا منه روابط عمومی من هستش که انتظاماتمون هستش، از این قسمت هم که بخشای بالا سلام. شروع میشه سلام پرستاری هستش بعد بخش آفرینش هستش الان که ساعت 12:30 خب؟ بله. یعنی چی؟ یعنی سر و صدا شلوغی؟ به هر حال اینجا میدونیم که توان بخشیه و بچه ها معلولیت دارن، یعنی یه ناهنجاریایی دارن که بعضیاشون اصلا امکان داره تا صبح نخوابن، یعنی فریاد شما بشنوین بچه های ناهنجار همینه، یعنی تخت و تکون میدن به هر حال سر و صدا. چی میشه؟ اصلا متوجه نمیشن خیلی هاشون. بله. یعنی الان دست تکون دادن های من؟ نه خیلی هاشون متوجه میشن. این الان مثلا همین چند سالش میشه؟ حدودا 24-5 سال رو باید داشته باشه. خوبید شما؟ خسته نباشید. خوبید شما؟ احوال شما خسته نباشید. میگم شبای ماه رجب خوب شباییه. نه؟ شبایی که همه ی آدم ها آرزو میکنن بعد به آرزوشون هم میرسن. یا آرزو بگی تا شما آرزون سلامتی با امام زمان همکارامون بچه‌ها ده. شاید حساس باشن به بوی این نه نیستن؟ الان این اون سر بچه ها متوجه میشن. یعنی میشه باشون حرف زن؟ خب الان جب میزنید. ببینید از نظر کلامی نمیتونن اونطور که باید با اتون صحبت بکنن. امروز پروین روزه بوده. امروز روزه بوده؟ آره. سلام سلام لیلا جان. سلام تلفون میزنم آمو چشم صبح الان خوابم. خوب صبح زنگ میزنم الان چی ماما اینا میگه زنگ میزنم تلفن بزنه چش چه دوست نداره. سلام خوبی؟ آره اسمت چیه؟ این چیه؟ کیفته؟ این کیفته؟ آره چیا توش داری؟ باز کنم؟ باز کنم؟ ببینیم؟ آره؟ آره؟ این هم چه لباسش؟ کتاب من ندیدم هنوزا. آها اینا ها شما خود توصله داری براشون قصه بخونی؟ بله باید گوش میکنم؟ من قبلا مربیشون بودم. در یک روز بهاری که آفتاب به کوه و دشت و جنگل تابیده بود و گل و سبزه همه جا را پوشانده بود، موش کوچولو آهسته از توی سوراخش بیرون آمد تا برود توی جنگل گردش کند. آره؟ بخونم بازم؟ میگم گهگاهی میشه یه چیزایی بخوام بعد آدم حوصله نداشته باشه جواب بده. نمیتونه. نمیشه. شما هم ظرفیت دارید یه جایی تمام میشه. اینا با اون چشاشون جوری به آدم نگاه میکنن عشقایی دارن به آدم، کارهایی برای آدم انجام میدن که شما اصلا فکرتون نمیرسه. این دختر من با یکی از دخترای دیگه که اینجا هستن برای یه افطاری دعوت داشتن، روزه بودن. من خب چندین سال اینجا کار میکنم، خب به طب چون کار سخته کمر دردینا گرفتم. این بچهای من برده بودن برای افطاری، موقع افطار این بچهای من چایی نخوردن. هرچی اصرار کردم شما روزه هستین چرا چایی نمیخورین، دهنتون خشکه اینا. بعد فهمیدم که میگن چون تو کمرت درد میکنه ما چای بخوریم، معذرت میخوام باید بریم بیرون، تو هم کمرت درد میکنه برات ناراحتی به وجود میاد. و این بچه ها این حد میفهمن. شاید بچه های سالم آدم این کارا رو برای آدم نکنه. Thank you.
با فرشید فرجی همراه هستیم، تصویربردار، فیلمساز و تدوینگر کشورمون، و داریم در مورد ماجرای اسارتش در زندان ابو غریب به دست آمریکایی‌ها در عراق صحبت می‌کنیم که 2 سال پیش این اتفاق براش افتاد و این اولین گفتگوی تلویزیونی فرشید فرجی است و شما بیننده یه شب مهتاب. آقای فرجی، رسیدیم تا اونجا که شما رو بردن توی ابو غریب و جداتون کردن از هم دیگه، درسته؟ بله. خب از فردای اون روز برامون بگین که چی شد. اون شب هم بگم برای اون شب هم بگم اصلا آره. بگیم آره. کجا رفتیم من خب. از اونجا که منو رفتم توی ابو غریب بردم توی اتاقی، خب اونجا هم تاریک بود، من هیچی نمیدونم، فکر کنم این اتاق خالیه. بعد کم کم چشم به نور عادت کرد، یه دفعه اینجا پر آدمه، اینا مثلا یه سوزه 64-65 نفر آدم توی سالن کوچیک، اینا همه بغل بغل هم خوابیده بودن، همینجوری وایساده بودم، خدای من اینجا چیکار کنم الان، نه جا هست برم تو، نه یه پیرمردی اون دیدم، آره یه پیرمردی این بغل خوابیده و بغل در دیگه، زد به منو گفت بگی بخواب. گفتم کجا بخوام؟ گفتش که یه مش کفشم کوپه کرده بودم اونجا، کفش اینا بود، اینا رو زد کنار، رو یه دونه پتوی پاره کثیف هم داشت، داد به من گفت بیا اینجا بخواب. آره دیگه خوابم نبرد، حالا فکر میگم خدای اینجا کجاست، من اومدم برای چی بجه، اینا همه آدم کشن چی هن اینجا. بعد دیگه گذشت و دیگه تا صبح هم جوری سر کردیم دیگه، تا صبح هم اونجا خب اینا رو دستشویی نمیبردن، اینجاشم بگیم آره مثلا یه سری بطری هم گذاشته بودن بغل دست من که این کوپه کفشا بود، بعد دو تا کیسه زباله، بعد دو سه تا بطری از این چیزا اونجا بود. خب اینا می اومدن تو، اونا بیچاره ادرار میکردن، همجوری هم میری خزش اینا ماجراها، دستشویی میبردن ولی روزی دو بار میبردن، بنابراین خب خب اینا کیا بودن، اینا که توی این زندان بودن؟ اینا هم صبح شده دیدیشون دیگه. آره اینا بعدن کم کم باشون آشنا شدم، دیدم همشون اکثرشون آدمای بیگناهی بودن که اینا رو مثلا نمیدونم یه پیرمرد شد 70 خورده ساله بود که به خاطر اینکه تلفن بی سیم تو خونش داشت گرفته بودنش، یا یکی رو به خاطر مثلا کنترل تلویزیون گرفته بودن، برای کنترل تلویزیون اینا میگه، و اینا عراقی هم بودن دیگه، همه جا بودن، بیشتر اون تو اون سلولی که من بودم بیشترشون عراقی بودن، یا اینکه مثلا یه ریخته بودن توی بازار، یعنی انقدر واقعا میترسن که برای کنترل تلویزیون اینا میگیرن آدم رو، میگیرن برای اینکه هر چیزی که فکر میکنن که ممکنه ازش بشه برای انفجاری چیزی استفاده کرد. و اصلا قانونشون ظاهرا تا اونجایی که من فهمیدم این بود که اینا وقتی یه نفر رو شک میکردن یا یکی رو لو میداد کسی که این تروریسته یا با تروریست همکاری میکنه، میریختن توی خونش و اونجا بالاخره یه چیزی رو پیدا میکردن، حالا مثلا تو هر خونه ای کنترل تلویزیون هست یا یه گوشی تلفن یه چیزی، آره، و اینو میووردن و این آدم میموند اونجا دیگه، هم بهش توضیح نمیدادن، نه هیچی توضیحی که در کار نبود و میموند اونجا. خب نامعلوم چند وقت بمونه، اصلا هیچ معلوم نبود، هیچ سوال جوابی هم نداشت، کسی نبود که اصلا ازش بپرسه که حالا من که. خب بعد روز بعد شد و روز بعدم دیگه یه سری مراحل طی کردن، چیزای پزشکی و نمیدونم بازجویی کردن دوباره و برنامه دیگه. بعد چیز نگهبان اینا همه آمریکایی بودن توی ابو غریب؟ همه آمریکایی بودن، غیر از مترجماشون که عراقی. رفتارشون چه جوری بود با شما؟ حالا این ماجراهای دستشویی و نمیدونم نهار و شام چی میدادن؟ چجوری رفتار میکردن؟ غذای بسته‌بندی بود که میدادن. من باید همه رو بکشم. یه غذای بسته‌بندی میدادن روزی دوبار که اونا رو میخوردیم. بعد دستشویی خب مثلا اینا رو میبردن روزی دوبار، اینا همه رو صف میکردن توی سالن، راه رو اون جلو بود، بعد میشستن دستشون رو میذاشتن پشت، یعنی میذاشتیم رو سرمون و اینا میومدن چند بار میشمردن، بعد همه بعد میشستن، مثلا اون پیرمرد یه پیرمرد دیگه بود، خب نمیتونست بشینه بخاطر زانوهاشون مشکل داشت، انقدر یه بار من دیدم انقدر سرش داد زد و فوش داد بهش تا مجبورش کرد که بشینه، دستشو بذاره رو سرش. از اون حالیش هم نبود، این پیرمرد جوون مریض اینا؟ نه اصلا البته اینا هم بگم که چیز بود، خب بستگی به اون سربازه داشت، بعضیاشون هم بعضیاشون خود رعایت میکردن، رعایت میکردن، بعضیاشون هم بستگی به خود اون آدمه داشت، یعنی هیچ ضابطه خاصی ظاهرا نداشت. خب بعد فردا باز دوباره بازجویی کردن از شما؟ فرداش دوباره منو یه بازجویی کردن، باز دوباره پرسیدن بدون پاسپورت چرا اومدی، باز توضیح دادم که من اینو دارم و تا آخر بازجویی هیچ چیزی از تایمرا نگفتن. این بود که آخرش من پرسیدم پس این تایمر چی بود که به من گفتین، بعد حتی مترجمه تعجب کرد گفت تایمر چیه،
یه خانمی بازجویی میکرد، گفت برامون توضیح داد که آره اینا 37-8 تا تایمر مثل که توی ماشینشون بوده، تایمر ماشین لباسشویی. دیگه این مراحل تموم شد. بعد توی اون مرحله که این سلولای 64-5 نفره بود، اینجا باید میموندیم تا این کار انجام بشه و پخش کنن توی کمپ ها. ولی حالا همه